من عباس صالحی هستم، ساکن روستای کوسه صالح هستیم. موقع نماز مغرب تقریبا 10 روز پیش گفتن آقا خیلی سیل شدید داره میاد، مرزمون دوست داریم، چقدر شهید دادیم، کجا سر مرز؟ حالا هم گفتیم آقا میستیم، چیه؟ آبه. آب از کجا اومده؟ نعمت خداست، خدا یه چیزی میخواد برای انسان امتحان کنه که ببینه چقدر صبرش هست. حالا ما خدا شد تقریبا نزدیک 15 روز مقاومت کردیم. قاعدین قص ان شاء الله قاعدین قص. این همش گونی خاک پر شده، کمپرسی خاک میاره برامون، ما خاک پر میکنیم، بعد برادر پاش کردیم، هر 10 متر نگهبانی میدادیم، هر نفر بالای 10 متر. 5 کیلومتر خود. 5 کیلومتر کامل با گونی، بله، با زن و بچه هامون، بچه های روستا، دهیار، شورا، سادات روستا. 5 کیلومتر کامل دور میزنه تا روستا، دور تا دور روستا. تعطیلی نداریم، همین روستایی که میبینی داخلش دور زدی رفتی داخلش، اینا همشون مقاومت کردن. بچه های بسیج باور کن اینقدر حاج آقا هست داخل خونه خودم، لباسش و عمامش و وسایلش رو در میاره میذاره، با همین لباس مثل خودمون کار میکنه، بعد دست بچه ها رو میبوسه، همین بچه کوچیکا گریه میکنن. خدا شد آقا، این مقاومت این یه نعمتیه، باور کن یه نعمتیه. آوالله مقاومت نعمتیه. ما همین چیز 4 روز که تموم بشه خونه ها شسته میشن، بچه ها استراحت میکنن، میریم یه زیارتی برای امام رضا، برای جای دیگه. آقا این بالاخره یه امتحانیه، یه امتحانیه، قرار نیست ناامید بشین. نه نه، برای چی ناامید بشین؟ آقا یا محترم بذار 2 متر دیگه بیاد بالا، نمیترسین. نه مسئله تعیین اسمش کوسه صالحه، روستای قدیمیه، تا آخر هم ایستادن. همه از همه به یه جورایی باید تشکر کرد، همه ایستادگی کردن، ولی این مردم هم که دارن ایستادگی میکنن، این مردم هم که دارن دست به دست، کمر به کمر ایستادن، چون تجربه نشون داده 8 سال لوای مقدس این خاک و آب و ول نکردن به امون خدا برن، همون موقعی که ایستاده کردن الان هم دارن میستن. این هم یه نوع دفاع مقدس هست به نظر من. اینطوری گفتن حمیدیه رو آب برده، در حالی که اینطور نیست، یه آبی سرازیر شده رو اسفالتشون، اونم با سیل بنده 3 متری جلوش رو بستن و همچنان ایستاده. آقا این شهر شهر مقاومته، میستن جنگ باشه، آب باشه، آتیش باشه، هستن.